ترجمه موعظه پاستور ویکتور از کتاب مکاشفه فصل هشتم به نام خدای زنده حقیقی خداوند تسلیس خدای پدر خدای پسر و خدای روح القدس خواهران و برادران این سیزدهمین پیام ما در کتاب مکاشفه است این گزارش در فصل هشت تحت عنوان سکوت در ملکوت خدا قبل از طوفان روی زمین با پنج فرشته سر و کار دارد بگذارید با احترام و توجه کلام خدا را بشنویم مکاشفه باب هشت هنگامی که بر هفتمین موه را گشود حدود نیم ساعت سکوت بر آسمان حکم فرما شد با آن هفت فرشته را دیدم که در پیشگاه خدا می ایستند و به آنان هفت شیپور داده شد و فرشته دیگر آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعاهای همه مقدسان بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کند دود بخور با دعاهای مقدسان از دستهای آن فرشته تا به پیشگاه خدا بالا رفت آنگاه فرشته بخورسوز را برگرفت و از آتش مذبح آکنده کرد و بر زمین افکند آنگاه خورش رعد بود و بانگ و قوقا و آزرخش که بر و زمین که میلرزید آنگاه آن هفت فرشته که آن هفت شیپور را داشتند آهنگ نواختن آنها کردند فرشته اول شیپورش را به صدا درآورد و تگرگ و آتش آمیخته با خون بود که ناگهان بر زمین بارید و یک سوم زمین سوخت و یک سوم درختان سوختند و همه سبزه ها سوختند فرشته دوم شیپورش را به صدا درآورد و چیزی به سان کوی بزرگ که مشعل به آتش بود به دریا افکنده شد و یک سوم دریا بدل به خون گشت و یک سوم از موجودات زنده دریا مردند و یک سوم از کشتی ها نابود شدند فرشته سوم شیپورش را به صدا درآورد و ستاره بزرگ چون مشعلی سوزان از آسمان به روی یک سوم از رودخانه ها و چشم ساران فرو افتاد نام آن ستاره افسنتین بود و یک سوم از آبها تلخ شد و مردمان بسیار از آبها که تلخ شده بود مردند فرشته چهارم شیپورش را به صدا درآورد و یک سوم خورشید ضربت خورد و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان نیز چندان که یک سوم از آنها تاریک شد و یک سوم روز بینور ماند و یک سوم شب نیز و همچنان که به نظاره ای ساده بودم شنیدم لاشخوری در دل آسمان به بانگ بلند فریاد زد وای 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 بر ساکنان زمین که چیزی نمانده صدای شیپورهای آن سفرشته دیگر برخیزد خواهران و برادران این اراده خداوند تسلیس پدر پسر و روح القدس است که کلام او را با قلبهای پر از ایمان دریافت کرده و در مسیح تربیت شویم برادران و خواهران کتاب مکاشفه یک سوی ثابت دارد این آخرین پیروزی ایسای پادشاه و تحقق بشارت عظیم او است سکوت کوتاه اعلام شده در بهشت مانند سایر صحنه کتاب به همان نتیجه مربوط می شود ایسا تومار را در اختیار دارد و از احاطه کامل برخوردار است که مهرموم خود را در خدمت بنای پادشاهی خود و گرد همایی کلیسای گشوده شده خود قرار دهد شیش مهر و موم تا کنون تصویر نهایی را آشکار کردند این تصویر دارای وسعت عظیمی است که هیچ کس نمی تواند حتی از هر ملتی و یا همه قبایل و اقوام و زبانها تعدد آن را به دست آورد آنها در حال جشن گرفتن رستگاری و نجاتی هستند که بره خدا به آنها داده است و گناهان آنها را با خون گرانبهای خود شسته است به عنوان شفا دهنده مراقب آنهاست و او اشک رنج های آنها را پاک می کند اکنون تصویر مجسم این است که مصیبت آنها به پایان رسیده است و آنها کاملا ایمن و تأمین شدند آنها در ستایش و پرستش شادی کنان ابدیت را در اطراف تخت شیر و بره پیروزمندانه می گذرانند. روند گردآوری آنها در چهارچوب ضدیت شیطانی در جهانی منفور است با این حال در تمام مصائب آنها هرگز رها نشدند اما تحت رهبری و هدایت کسی که با انجیل قدرتمند خود سوار بر اسب سفید بیرون آمده و منجر به تسخیر شیطان و جهان می شود آن را قویتر نیز برافراشته است جنگ ها و شایعات مربوط به جنگ قهدی ها و حتی مرگ نمی توانند بر نجات مورد لطف منجی و پادشاه ما تأثیر بگذارند این همان چیزی است که شیش مهر اول در فصل شیش با آنها اشاره کرده است پنج فرشته در بخش هفت در حال خدمت به منجی و پادشاه هستند که او مردم خود را در طول تاریخ مهرموم می کند اما گشایش مهر هفتم باقی مانده است گشایش مهر هفتم تضمین کننده سکوت در بهشت است قبل از اینکه فرشته هفتم شروع کند به دمیدن در شیپور قضاوت و داوری بر روی گناه فرو افتاده و خلقت متجلی شده از زمین خورشید و ماه سکوت در بهشت یک هدف را دنبال می کند و آن اینکه دعای نجات یافتگان تقدیس شدگان در قدس اقداس به حضور خدای مقدس متعال پذیرفته می شوند. در این میان فرشتهای بسیار خاص در پاسخ به دعای مقدسین کمک می کند. هر یک از هفت فرشته شیپور خود را می فشارند تا اعلامیه مهمی را اعلام کنند. هر شیپور قضاوت در یک منطقه کره مرعی را اعلام می کند. همه اینها به تأثیر گناه در خلقت آشکار و روی زمین به ساکنان آن مربوط می شود فصل هشت دمیدن چهار شیپور را پوشش می دهد خلاصه سکوت در بهش به دنبال اولین هشدار نمایان می شود این در مورد یک درهم آمیختگی مرگبار آتشین و خونبار شایع بر روی زمین است که یک سوم درختان و همه سرسبزی می سوزد شیپور فرشته دوم خبر از نابودی زندگی و حمل و نقل دریایی می دهد. دوباره آن را به یک سوم محدود می کند. نواختن شیپور سوم فرشته از فرو افتادن یک ستاره بزرگ از آسمان خبر می دهد و باعث فساد یک سوم آب شیرین روی زمین می شود و باعث مرگ بسیاری از مردم می گردد. شیپور فرشته چهارم تأثیرات یک سوم خورشید، ماه و ستارگان را اعلام می کند که منجر به از دست دادن یک سوم نور و فعالیت انسانی این کره خاکی می گردد. یوحنا نگاه می کند و عقاب بزرگی را می بیند و می شنود که از تأثیر شیپور سفرشته باقی مانده و هشدار می دهد. ناله و بدبختی در انتظار بقیه انسانهای ساکن روی زمین است یک سوم تحت تأثیر قضاوت موقت علیه شوریشیان زمین قرار می گیرند دو سوم برای قضاوت نهایی حتی ترسناکتر حفظ شده است در حالی که از دمیدن سشیپور باقی مانده می در پایان پیروزی مسیح پادشاه و پادشاهی او را پایان می رسد تمام تصاویر اسبها، شیپورها، مورها، آتش، تگرگ، بخور، رعد و برق و ستاره های در حال سقوط به یک راز منتهی می شوند. پیروزی تنها یک پادشاه و برپایی این پادشاهی جاودانه لرزاننده و محیب در یک بیان همه اینها حفظ نسل نجات یافته از بین همه نژادها است آنها در آنجا هستند تا ستایش های ناجی و پادشاه شیر قبیله یهودا بر خدا را بخوانند. در درگیری معنوی مداوم شیر و بره و انجیل او که با استفاده از روح القدس اعمال شده است با جمع شدن نجات یافتگان از بین همه ملت ها به پیشرفت خود ادامه میدهند نسل این زن که در پیدایش پانزده سه به خود شیطان وعده داده شد به ابراهیم نیز قول داده شد از طریق نسل ابراهیم خدا خودش شخصا به عنوان پسر ابدی خدا در مسیح مداخله می کند او به ذات کامل الهی خود ذاتی کاملا انسانی می افساید جنگ بین او و مار باستانی یعنی شیطان قبلا در سقوط پدر و مادر اول ما آدم و حوا آغاز شده بود کتاب مکاشفه به ما نشان می دهد که پسر خدا انظر جسم ایسا شیر و بره خدا کنترل کامل نبرد را در دست دارد نگرانی او نجات و حفظ کسانی است که با خون خود خریداری کرده است خود بهش سکوت می کند تا دعاهای فدیه شده وی با آزادی کامل به عرش فضل الهی دسترسی داشته باشد قضاوت در زمین با گناهکاران غیر تبهکار و عواقب گناه سر و کار دارد به این ترتیب خود شیطان در حوزه خودش به چالش کشیده می شود دروازه های جهنم باید همچنان باز بماند تا قربانیان او که متعلق به پیروزی مسیح نبی شبان اعظم و پادشاه پادشاهان هستند آزاد شوند نام آنها در تومار ثبت شده است این سند منگولدار او با آنها است او با خون گرانبهایش آنها را خریده است عیسی بوده و او هست و قرار است بیاید او در آسمان و زمین از همه اقتدار برخوردار است و در طول تاریخ بشر همه امور را برای پیشرفت انجیل نجات بخش و قدرت خود هدایت می کند بله این انجیل حقانیت، عدالت و صلح واقعی اوست کل بدن مؤمنان خدا از عهد عتیق و عهد جدید یهودیان و غیر یهودیان گروه سرود آسمانی نجات یافته که تاج و تخت بره را در بر گرفتند می سازند. آنها لباسهای سفید پارسایی او را پوشیدند آنها با خون گرانبه های بره از گناه پاک شدند عیسی به عنوان پادشاه جاوید شبان اعظم گله خداوند بر ما نمایان گشته که از آنها محافظت می کند و تمام نیازهای آنها را برای جنگ روحانی برای آنها فراهم می کند. در میان این رنجها او عشقهای آنها را پاک می کند و آنها را با قدرت کلام و روح خود آرام می سازد. آنها به عنوان گروه نیایشی مشترک در تمام تاریخ همیشه در آنجا هستند و بره را ستایش می کنند سپاس خداوند را فیض پادشاه نجات بخش مسیح خدا خداوند عیسی مسیح و برکت کامل خداوند تسلیس پدر پسر و روح القدس از طریق پیام خدا در همه ملت ها در همه زمان ها و در سراسر کره زمین از طریق کلام انجیل که با قوم خدا است آمین